به عنوان بازیگر روبروی هم این بار بازیگر مقابل رضا عطارانی بودین که کارگردان هم بوده. چقدر فرق داشت و از این تجربه متفاوت برام حرف بزنید؟ رضا عطاران کارگردانی که بازیگر هم هست، چه فرقی با رضا عطاران بازیگر داشت؟ آقای عطاران اشکال نداره جلوشون بگم؟ خوب باشه. اصلا برام خوب باشه. عرض کنم که زمانی ولی راستشو بگم. راست میگم. اصلا ایشون هم راستو دوست دارن دیگه. آره شما دیگه. عرض کنم که زمانی که ما با هم کار میکردیم به عنوان در واقع پارتنر من بودن آقای عطاران، چون فضا هم فضای طنز بود و کمدی، من همیشه از راهنماییشون یواش به عنوان بازیگری که صاحب سبکن و در واقع مسلط نه واقعا نمیگم همیشه استفاده می کنم. همه بازیگران اتفاق باید بیفته توی بازیگری، باید بازیگر رو با هم صحبت کنن. نه ولی واقعا آقای عطاران من شما خیلی گرفتم و استفاده هم سعی کردم بکنم، اما چون خودم اصولا فکر میکنم که حضور جدی تری دارم توی در واقع سینما، اصلا جدی تر به این قضیه نگاه میکنم. گاهی اوقات توی فضای طنز وقتی یه حرفایی گفته میشه دوست دارم حضور داشته باشم، به اضافه اینکه به عنوان مخاطب این سبک از فیلمسازی هستم، برای اینکه روی مردمم خیلی تاثیر میذاره. حالا شما پرسیدین که به عنوان رضا عطاران کارگردان، خب من بازیگر متکی به کارگردان هستم و همیشه بابت هر چیزی سعی میکنم که گفتگو کنم با کارگردان. یادم میاد که آقای فرهادی سر فیلم درباره الی یه بار منو در واقع یه جای کشیدن کنار، گفتن مریلا سوال من از تو اینه، تو با این ویژگی و با این حساسیت ها چجوری میری بعضی فیلم ها رو بازی میکنی؟ و من در جواب گفتم من اول که وارد فیلم میشم پیچم رو بر اساس اون فیلم تنظیم میکنم، یعنی اون حساسیتی که مریلای فیلم درباره الی داره ممکن توی فیلم دیگه نداشته باشه، ولی اینو جلو روشون میگم واقعیت هم هست که من با هم حساسیت ها بودم. اما این خب سخت بود برای من چون میدونستم چقدر فشار و بار روی دوش آقای عطارانه و خیلی اذیتش نمیکردم. اون پیچ کمدی رو چطور تنظیم کرده در خانم زاره؟ چون ویژگی کلی خانم زاره تو تصویری زاره ملودرام کلی گرایش داره، یه زن از اون مدلش از همه چی ملودرام، چطور از اون بخون با کشف اون بره کومیک و شوخ ملودرامی چطور چاپ افتاد و جوری دوربین چطور استفاده شد؟ نه خانم زاره به نظر من هر کی پیچ کمدی داره و پیچ خانم زاره رو ما سر کار خوبیشون پیدا کردیم، یعنی اون بخشی که قرار بود در واقع ارتباط بین ما برقرار بشه و اون اتفاقی که قرار بیفته قبلا اون اتفاق افتاده بود و اینجا سعی کردیم با جزئیات بیشتر دقت روی دیالوگی که قرار گفته بشه تمرین و استفاده از بدایه های خوبی که خودشن انتخاب یعنی خانم مزاری به عنوان پارت این فیلم از خروشنگی میاد؟ از فقط اون نیستی که بازم با هم کار کردیم. نه خب الان چون رجبون فقط حرف زدیم. آره میام اون شروعش بود. نه آره نه. چون قبلش آره دریایی ها ما یه تجربه دریایی ها خیلی کمتر بود. بله خیلی کمتر. و به نظر شما به عنوان یک مخاطب خانم زارعی کمدین بهتریه یا بازیگر غیر کمدی و حالا ملودرامی راحت باشین آقای راستش هم بود. من به نظر هر دو بچه‌شو داره و یعنی من این انتخاب نمی‌کردم، چون به نظرم یه چیزی داره که اون چیزی که مهمه بازیگری خوب، بازیگری خوب یعنی ایجاد موقعیت درست، موقعیتی که قرار ایجاد بشه اون میتونه هم در کمدی باشه هم در درام هم در ملودرام هم در هر چی جدی گریه هر چیزی که اسمشو بزنه خنده، بازیگر خوب برای من مهمه، یعنی بتونه اون چیزی که هست تو وجودش بریزه بیرون اون دو تاش رو بلد باشه. من یه چیزی در واقع فرمایشات آقای عطارا بگم، من یادم یه تجربه خوبی داشتم با آقای فخیم‌زاده و خیلی در واقع از صحبتاشون و در واقع نصایحشون استفاده کردم. یه جمله ایشون داشتن که بازیگر خوب در همه جای دنیا تعریفی داره که در واقع ما ایشون میگیم کمدین. کمدین بازیگری هست که بتونه لحظات رو خوب انتقال بده، حالا چه در فضای طنز چه در فضای تلخ و کاملا جدی. اگر بازیگری صرفا برای یک نقش خاصی در واقع حضور پیدا کنه روی پرده خیلی نمیتونه بازیگر قوی باشه، باید ابعاد و وجوه مختلف شخصیتی که همه ما داریم رو بتونه در قالب آدم‌های مختلف تصویر بکشه.
من از اون موقع سعی کردم که اگر در فیلمی در واقع حضور پیدا میکنم وجوه مختلف شخصیتی خودم که در شرایط مختلف ممکنه به عنوان یک انسان داشته باشم، ممکنه یه جای بسیار آدم عصبی باشم، یه جای بسیار آدم در واقع به قول شما ملودرامی باشم، بسیار آدم احساسی باشم، تمام این وجوه رو در خودم زنده نگه دارم و بنا به مقتضای سناریو